اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. امروز روز هشتم مارس است، روزی که در تصور دنیا حوا سرود آزادی می‌خواند. امروز روز بانوست، آن کس که شعر هستی در لحظه های رویش او جان می‌گیرد و نطفه از ترانه جانش هم اعتبار انسان می‌گیرد. در میهن قدیمی من اما حوا پریچه ایست غمین و در کتاب زندگیش گفتن با آنکه باغ مینو در زیر پای اوست ولی باید که در حقارت بستر و بوی آشپزخانه زیبایی و جوانی خود را آتش زند. در سرزمین من آنجا که جنتی قلب سیاه خود را با خون گرم باکرگان جوان شبهای جمعه می شوید، آنجا که گزمگان ولایت مردانگی کاذب خود را در شام خون گرفته زندان با ضربه‌ای به صورت حوا اثبات می کنند، آنجا که مادران پریشان در جستجوی پیکر فرزند با پنجه های درد خاک سیاه را می کاوند، زن معنای سوختن است، می سوزد، می سازد و جان و هستیش را در این قمار تلخ که نامش اسارت است، دیریست دیر که می بازد. امروز روز هشتم مارس است، روزی که در تمامی دنیا جشنی بزرگ به پا می کنند و شاخه های گل را در پای شعر خلقت می ریزند. در سرزمین من اما زن را به جرم عاشق بودن با سنگ جهل می کوبند، سر می برند. حوا با قامتی بلندتر از تاریخ در سرزمین من فریاد می زند. زهرای کاظمی تنها نیست. امروز روز هشتم مارس است. علیرضا نوری‌زاده، سه‌شنبه 17 اسفند ماه، هشتم ماه مارس، به شما سلام میکنم. عجیبا چند سال من روز هشت مارس رو اومدم و به بانوان سرزمینم و با بانوان جهان تبریک گفتم. من روایت های بسیاری از زن ایرانی میتونم بهتون ارائه کنم، روایت های بسیار. دوران جنگ به نظر من دوران بسیار مهمی بود، برای که آزمایش دلاوری و استقامت زن ایرانی رو انجام دادن زنا و چه سربلند بیرون اومدن. ما آشنایان بسیاری داشتیم، یا شوهر به جبهه رفته بود حتی اگر پزشک بود یا سرباز بود، خانواده مردش نبود، همه اینا بود. بعد مادر مسئول بود که این خانواده رو بچرخونه. چجوری؟
چشوری؟ من هر بار میشنیدم داستان و روایت هایی که از این بانوان برای من میگفتن، میدونی خانم فلان تو خونه شیرنی فروشی دایر کرده، انواع شیرنی ها بسازه. میپرسم مگه اون شیرنی بلد بود بسازه؟ یاد گرفته. میدونی فلان خانم مزون درست کرده و لباس میدوزه؟ اه، اون که خودش همه لباساش خارج میورده. نه، الان لباس میدوزه مثل دست گل، اینقدر میگیره و زندگیشو میچرخونه، بچهش هم دانشگاه رفته. و بانوی دیگری، تو خبر داری مثلا مهری خانوم راننده اتوبوس شده، تاکسی رانی میکنه، کمک راننده قطاره، خبر داری؟ فلان خانم اومده یه مغازه کوچولو درست کرده، خیلی شیک ساندویچ درست میکنه، نایلون پیچیده تمیز و ساندویچ میفروشه. من حکایت هایی که از زن ایرانی میشنیدم همیشه برام غرورانگیز بود که تو اون شرایطی. حالا یه نکته هم دقت کنید، رژیم علاوه بر اون فضایی که ایجاد کرده بود، یک سیاهی بر سر زن کشیده بود. زیبا نباید باشی، باید بوی گند بدی، ریختت باید بد باشه. ایالات خودشون البته تو خونه که بودن انواع و اقسام آرایش، آرایشگر سرخونم دارن، میمدن درست میکردن خانمو که شب که آقا میاد حظ بصر ببره. معمولا دو سه تا داشتن آقا، خب در دو سه خونم میرفتن. اما در بیرون زن باید مظهر فلاکت و بدبختی و تو سرخوردگی باشه. تفسیر و تعبیرشون از آیین مبارکشون چیزی غیر از این نگذاشته بود. تا کسی صداش در میمد، آقا اسلام گفته، اسلام عزیز، اسلام عزیز گفته زنتونو بزنی، اسلام عزیز گفته بزن تو سرش لهش کن، اسلام عزیز گفته زن مزرعتونن، هر جا میخواییم بکاریم. خیلی راحت تفسیرم میکردن. این پاسداران دین مبارکم وظیفه الهیشونه که دین رو در تمام ضوابطش پیاده کنن. البته اگر دین گفته دزدی نکنی باید بکنه، اگر گفته به نوامیس مردم تجاوز نکنی باید بکنه، اگر گفته از شرافت و آزادی و استقلال و درایت باید حفظ بکنید، ما نمی کنیم. وطن رو میفروشیم به روسا راحت، به چینیا، 25 سال جنوب رو میدیم به این، 20 سال شمال رو میدیم به اون. جنایتی هم که پوتین ناجوانمرد نسبت به این ملت میکنه ما حمایت میکنیم. اسلام عزیز گفته، اسلام ناب، در میان سربازان روسی یه مقدار چچن هستن، در میان سربازان اوکراین هم تعدادی ایرانیه. اینو من نمیگم، فقط یک فرمانده اوکراینی رو براتون تصویرشو میگذارم که ببینید چطور از ایرانی ها تشکر نگاه. Thank you Iranian people, thank you for support to Ukraine. Slava Ukraini. من با اولک هستم، یکی از نظامی ارشدی که داره ما رو میبره به نقطه جنگی. امیدوارم که رپورتاج بعدی رو بعدم از اون تو تبلیغ بفرستم. سلاوا اوکراین. آفرین آفرین. ما یک شهید هم داشتیم تا رو در روی کشته. شهید رو به اون معنای مذهبی اینا نمیگم، نه، به معنای واقعیش میگم، در دفاع از حقانیت و آزادی و در برابر ظلم و آدم کشی آجان پوتین. حالا فردا میگم نوکرشون که فارسی هم حرف میزنه میاد در بعضی از تلویزیون ها
آقای سفروف یه بار به من گفت آقا شما چرا اینقدر با روسیه بدین؟ گفتم ما با روسیه بد نیستیم، با سیاستاش. من عاشق داستایوفسکی هستم، من میمیرم برای راخمانینوف، من عاشق ادبیات روسیم. مگه میشه آدم تولستوی رو دوست نداشته باشه؟ مگه میشه؟ نه، من عاشق ادبیات روسیم. ژیواگو رو 50 دفعه فیلمش رو دیدم، 3 دفعه کتابش رو خوندم. بنابراین تفاوت بگذاریم بین یک ملت، فرهنگ یک ملت و یه وحشی که میره جا حاکم میشه. در دورانی که استالین بود مردم تبدیل شده بودن به یک مجسمه کوکی و اون قصه ها رو شاهدش بود. دوران خروشچف یه مقدار آرامتر شد، پیچ و مهرار یه خود کوچولو باز کردن، ولی وقتی که انتقاد میکرد خروشچف در کمیته مرکزی، گفت که یه نفر بهش گفت آقا این حرفا رو که تو میزنی، تو که معاون بودی چرا اون وقت نگفتی؟ کجا بودی تو؟ گفت همجوری که الان تو نشستی، یعنی تو الان داری میگی چیزی که من نگفتم. در حال این نظام پوسیده با رفتن به افغانستان، با اون اوضاعی که بود فرو ریخت. باور کنید من وقتی رفتم بعد از فروپاشی، یک سال بعد، یک کشوری مثل قزاقستان که الان شما میبینید بالاخره چه موقعیت و جایگاهی داره، این که بهترینش بود نفت و گاز و الماس و طلا و غیره داشت، اگر شما ساعت 7:30 یا 7 مثلا میمدی توی رستوران به صبحانه برسی، یه تخمق گیرد میمد. اگه 9 میومدی اونم گیرد میمد، یه بلکی کوچولو بهت میدادن. توی ترکمنستان هتل من که بزرگترین هتلش بود، از 8 شب سوسکا از سوراخ حموم بالا و پایین میمدم وان، جیر جیر تا صبح. آبم نبود، یعنی ساعت 3 اگر شیر آبو باز میکردی یه فسی میکرد، هیچی، باید سب میکردی تا 5 صبح، نیم ساعت آب گرم داشت، اونم اگر اتاقای دیگه آب گرم رو وا میکردن مال تو سرد میشد. توی تاجیکستان توالیتی دیدم که فکر میکنم 1000 سال پیشم ما تو روستاهامون نداشتیم. این بود، این حاصل 80 سال حکومت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی. زنا رو که نگاه میکردی توی کشورهایی که اسلامی بودن، آها، اصلا وحشتناک بود لباساشون، حجابشون. معلوم بود این اثر مضاعف داشت، اون مصیبت ها، این مصیبت ها بیشتر شد. حالا یه اشاره بذارید براتون به اوکراین بکنم. حرفایی که امروز آقای زلنسکی زد، این حرفا جالبه. این کمکی که بانک جهانی کرد 730 میلیون دلار بلا عوض جالب بود. گوش بدیم به حرفای زلنسکی بعد از حملات موشکی دیشب روسیه پوتین. Цю війну ви не сховаєтесь від цієї реальності. Ви не сховаєтесь від нових вбивств в Україні. В Ірпені було вбито родину. Чоловіка, жінку і 2 дітей. Прямо на дорозі, як в тирі, коли вони намагалися просто вийти з міста, щоб врятуватись цілу родину. Скільки таких родин в Україні загинуло? Ми не пробачимо. Ми не забудемо. Ми покараємо кожного, хто скоїв звірства на цій війні, на нашій землі. Знайдемо кожну сволоту, яка стріляла по нашим містам, по нашим людям, яка бомбила нашу землю, яка запускала ракети, яка давала наказ і нажимала на пуск. Вам не буде жодного тихого місця на цій землі, окрім могили. Та тахрім Росії кафі ніст.
در برابر این مردک قلدر باید ایستاد. من اعتقاد دارم پوتین از نظر معنوی مرد، اما اینو باید با پوست و گوشتش لمس کنه. 9 تا هواپیماشو اوکراینیا سردگون کردن، 7-8 تا هلیکوپترشو، تعداد زیادی تانکاشو، ولی در نهایت اوکراین یک کشور کوچک به نسبت مایتون قدرت عظمت روسیه است. روسیه یخچال خوب نساخته، ولی توپ و تانک هواپیما تا بخواین ساخته. و به همین دلیل آقای ولادیمیر پوتین گمانش این بود که 3 روزه کار تموم. و این که میگه دنیا، میگه روسیه مطمئن بود که دنیا سکوت خواهد کرد، حرف بسیار درست، بسیار حرف درستی. گمان آقای پوتین این بود که من میرم میگیرم، بعد میام چونه میزنیم، حالا میگم این تیکر اگه من بخوام آزاد کنم، خب این امتیازو به من بده. ولی این مقاومت تحسین برانگیز مردم که حماسه‌ای بود و درسی برای ما، درسی برای ما. ما امروز کشورمون در اشغال یک نیروی خارجیه. روس‌های عمامه به سر سوار کشور ما شدن. تمام آدمایی هم که یک ذره میهندوستی، مصلحت ملی اینا در ذهنشون بود نابود کردن، از بین بردن. حتی آدمایی که عتب بوس نعلین مقام معظم بودن، شما الان فکر کنید اینا رفتاری که با ظریف دارن میکنن. فکر کنید از روز اول انقلاب آقای ظریف به عنوان یه دانشجو که در امریکا بوده، عضو انجمن اسلامی دانشجویان، در خدمت نظام بوده، 10-15 سال عضو نمایندگی، معاون نمایندگی، رئیس نمایندگی ثابت در سازمان ملل بود دائم، بعدم شده سفیر دائم ایران در سازمان ملل، نمایندگی دائم، بعد شده وزیر خارجه 8 سال تمام، قبلش هم معاون بوده. طوری با او رفتار میکنن که یک خائن ضد اسلام، آدمی که قرار بود مصدقش بکنن، البته اینا دشمن مصدقن، به دشمنشون لقب مصدق میدن نه به دوستشون. امیر کبیر رقیب هاشمی رفسنجانی شده بود، امیر کبیر ثانی، امیر کبیر ثالث. وقتی با برجام برگشت ایران، هیچ وقت یادم نمیره مطالبی که همین روزنامه های بی پرنسیب بی پایه کاغذ پاره دولتی نوشتن. نوشته بود که روزنامه شرق تمام نویسندگان ثابت خود رو اخراج کرد، برای اینکه طرف به مشروطش رسیده. یه روزنامه ای که اول با یه کاراکتر و شخصیتی اومد بیرون، اول قوچانی رو خریدن، بعدم خود مدیر که از خودشون بود، بعدم اومدن سوبسید کاغذ و کاغذ غیره بهش دادن، هی تیراژش اومد پایین، کاغذش رفت بالا، مثل کیهان حسین بازجو. یه روزنامه با 30,000 تیراژ روزانه 300,000 کاغذ میگیره، خب با 270,000 تا که دو بازار میفروشه چقدر گیرش میاد؟ حسین بازجو داره دماوند رو میخره، همینجوری تیکه تیکه داره میخره. یه وقتی چشمنداز بساط منقلشون تو چشم علی یه تیکه مثلا جنگل بود، الان دریاچه و ویلای فلان و اینا ساختن. آقای حسین بازجو به دلیل کشتن کیهان، به دلیل کشتن روزنامه کیهان، روح زنده یاد مسعودی هنو تو اطلاعات هست، همین مقاله که میر مطهری نوشته بود در مورد تجاوز روسیه به اوکراین،
پوتین میترسد که دموکراسی خواهی و انتشار دموکراسی در منطقه موقعیت او رو متزلزل کنه. آفرین آقای میر مطهری، من نمیدونم که هستی ولی قلمت نشون میده که انسان شریف و آگاهی هستی و قلمت رو نمیفروشی. آفرین، درود بر تو. نگاه کنیم مردم اوکراین با دست خالی چگونه با روس ها می جنگن. نگاه کن. نهاخوی دموی شجاعت رو می بینی؟ آدم سرشار از غرور میشه با دست خالی. آقا وطنمه، وطنمه، دارم از وطنم دفاع میکنم. وطنم نور و آب و عطر و عسل، دارم از وطنم دفاع میکنم. جانمم میدم، جانمم برای این کار میذارم. اما تو این وسط یه رسوایی جالب پوتینه. آقای پوتین در حال سخنرانی اینو مثل که با هم با جمهوری اسلامی یکی هن. اون یه دونه موشک شلیک میکنه، تازه میر میخورم اون بغل، هشت تا موشک با هم شلیک میشه. دیروز هم گفتن فضا رو تسخیر کردن، دوباره فرستن. آمریکایی هم گفتن یه کامپیوتر معلق گذاشتن تو فضا. واقعا دروغ، دروغ، فریب. سید علی آقا به عنوان کذاب تاریخ اسمت ثبت خواهد شد. حضرت آیت الله العظما سید علی کذاب. جعفر کذاب بود، حالا سید علی کذاب. آقا حکومت دروغه، سرتاپا دروغه، امامت دروغه، اسلام دروغه، نعلین دروغه، همه چی دروغه. ارباب روسیت هم همین کارو میکنه. نگاه کن. نه можно только с территории каких-то. تصویر دیدیم فتوشاپو؟ آقای پوتین داره با فتوشاپ با مردم حرف میزنه، با سران رژیمش. سید علی آقا تو ماشینش اون زیر یه چیز گذاشتن، یه پروژکتور بزرگ، تو چهره مقام معظم بیفته، آقا نورانی بشه. صبح آقا رو دیدی ماشینش رد میشد؟ نه. چی بود؟ حاله نور رو ندیدی؟ حاله نور که مال احمدی نژاد بود. نه با مال این یکی بیشتره، مال این یکی بزرگتره. احمدی نژاد تو خیال حاله نور میدید، مال جلو ماشین. اینقدر پروژکتور جلو پاش گذاشتن رو صورتش تنظیم. بابا آخه نظامی دروغه. هرچه بهتون بگم کم گفتم. سر تا پای این رژیم دروغه، سر تا پای رژیم فریبه. دین رو مطرح کردن، دین رو آوردن وسط که با دین به جان شما بیفتن. خدای را مسجد من کجاست؟ خدای را چطور مردم نباید این رو تشخیص بدن؟ اینا که حتی هنوز دنبال رژیمن، چرا فکر نمی کنن؟ کارشناس بی بی سی آورده در کنار جمشید برزگر، دارم باشون مصاحبه میکنم. برزگر میگه آره آقا پوتین این جنایاتو کرد، این کارو کرد، این برنامه رو. آره تفسیر میکنه. ایشون برمیگرده در مقابل، نه خیر آقا این غرب اینجوری میکنه. حضرت آقا استاد دانشگاه هم از کارشناسه، بعد میگه چرا خبرها رو تحریف شده تعلیق میکنید؟ خبرهای تحریف نشده ایناییست که العالم و پرستیوی و اینا پخش میکنن، قربون صدقه رهبر میرن. باور کنید در هیچ جای دنیا، در هیچ جای دنیا این توصیفاتی که رسانه‌های رژیم از رهبر جمهوری اسلامی میکنه شما نمیشنوید. شما تلویزیون مصر رو باز میکنید، رئیس
سیسی، رئیس جمهوری سیسی، آمریکا رو باز میکنی، پرزیدنت جلوی اسم رئیس جمهور میاد. اینجا بسم الله الرحمن الرحیم. امروز حضرت امام خامنه ای نایب مهدی، نمیدونم مقام معظم رهبری، چنین فرمودن بابا بیچاره محمد رضا شاه یه لقب آریامر براش گذاشتن، دکتر صورتگر درست کرد، اونم بیچاره تا آخر عمرش گریبانش رو گرفت. این حرفا یعنی چی؟ این مزخرفات چیه؟ مقام معظم رهبری، این مقام معظم چه کاری برای ایران کرده جز اینکه کشور ما رو روز به روز به فلاکت و بدبختی بیشتر کشونده؟ کجا قدم برداشته برای ایران؟ کدوم دستاورد بزرگ رو در زمان او ایران داشت؟ میگید اون پدر و پسر رضا شاه که اومد، نگاه کنید کشور رو، یک کشور ویرانه بدون مرکزیت، بدون حکومت مرکزی، هر گوشه یک خان علمدار، جنوب از این ور رفته بود، شمال از اون ور، خان ماکو از اون ور، اون یکی از اون ور، اومد در دوران سردار سپهی و ریاست وزرای کشور یک پارچه کرد، بعد شاهش دشتی و ملک و شعرهای بهار که نزدیک بودن، دوست بودن با رضا شاه، میرفتن گفتن آقا، بعدم دکتر مصدق گفت تو مجلس، گفت اگه ایشون شاه بشه که مطابق قانون مشروطیت بدون اتوریتی و قدرت، خب ما یه همچین شخصیتی رو از دست میدیم، مردی رو با این ایران دوستی و قدرت و اینا، چون شاه شد، اگرم بخواد شاه با اتوریته باشه که اون وقت مشروطیت رو زیر پا گذاشتیم، یه عده اینجوری فکر میکرد. ولی این مرد اومد تو 16 سال با همه فراز و فروت ها، با همه توطئه ها، با همه توطئه های سیاه بریتانیا و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، هنوز امریکا وارد بازار نشده بود، این مرد جاده کشید، راهن کشید، دانشگاه درست کرد، رادیو درست کرد. تو هر شهرستانی شما رفتید یک نهضت را افتاده بود. او رفت 12 سال پسرش خواست شاه مشروطه باشه و بود معذرت میخوام شاه مشروطه بود. بعد از سال 32 که به اعتقاد من در واقع سال 32 یک نقطه عطفی بود در زندگی خود شاه و حکومت و به ضرر پادشاه بود در نهایت، حالا اومد جلو، زمانی که اقتدار پیدا کرد ایران پول داشت، نهضت سازندگی رو با توان 50 شروع کرد، سرعت به گونه ای بود که همینطوری ما سورشارژ میدادیم برای کشتی هایی که بار می آوردن و ما کامیون نداشتیم اینا رو تخلیه کنیم. شاه میدونست فرصت زیادی نداره، میخواست یک کشوری آبادان به پسرش تحویل بده، علاقه داشت به این که پسر او دیگه بیاد برای بازسازی فضای سیاسی اقدام بکنه، او و پدرش یک پارچگی، استقلال، قدرت، صنعتی شدن، همه اینا رو، جامعه مدنی رو ایجاد کردن، اینا همه درست شده بود. حالا پسر بیاد جامعه سیاسی رو اعتبار و منزلت بهش بده، همه اینا رو ما در اونجا شاهد بودیم. و حالا میام براتون 4 فصل جمهوری اسلامی رو باز خواهم گفت، گوین که میدونید اما به این صورت از زبان من بشنوید. درنگ کوتاهی میکنیم و باز 8 مارس دیگه ترانمونم باید برای بانوان بزرگ سرزمینمون باشه. میشنم درود دوباره و سپاس از سپینود و گیسو که آهنگ رو ساخته بود.
نکته که به نظرم جالبه در این روزها این که آقای باقری دوباره میاد تهران. چرا؟ چرا دوباره؟ باقری هفته پیش در تهران بود، جلسه شورای عالی امنیت ملی شرکت کرد، جلسه محرمانه مجلس شرکت کرد، به دیدن آقای خامنه ای رو آقا مشتبه رفت. اخوی داماده دیگه، از اندرونم میتونه بره، برادر دامادم میتونه بره، خیلی جز خانه. منتها تذکری که من بهش دادم زیپ شلوارش بسته باشه، ظاهرا کارگر افتاد و دیگه زیپش بسته است. آبروزی اونجوری نکن. خیلی برام عجیب بود یه نفر که معاون وزارت خارجه ایرانی. خاتمی که عربستان رفت، همین آقای مهرعلی زاده رو این مأمور کرده بود که به این پاسدارا اینا آقا طرز غذا خوردن یاد بدید، آبروی ما رو اونجا نریزن. میز بزرگی از این میزهایی که سعودی ها میزن 100 نفر دورش میشینن گذاشته بودن ملک فهد و امیر عبدالله و آقای خاتمی هم اون سرش نشسته بود. حالا مهرعلیزاده قبلا به اینو یاد داده بود آقا یه وقت با دست چیزی ور ندارین، این کارو نکنین، آروغ نزنین، هرت نکشین. از همون لحظه‌ای که کاسه سوپ رو برای اینا گذاشتن هرت کشیدن ها شروع شد. محمد دید که نون بنداز اینجا، هرت ها رو کشیدن. بعد این سینی بزرگ برنج که اونجا بود، گوسفند درسته وسطش، دورش هم برنجا و نمیدونم کشمش و از این چیزا، چیزا گارسونا میمدن شیک زده، پاپیون زده، مرتب، اغلب هم مصری و آفریقایی میمدن و میکشیدن برای اینا. ظاهرن میگفتن اینا آدم هن دیگه، به اندازه آدم براشون بدیم. یه کفگیر برنج میریختن، یه تیگه گوشت میبریدن میذاشتن و میرفتن. 2 دقیقه بعد حسین یه تیگه از اون گوشت بکن برام بنداز. شروع این خاتمی بیچاره عرق ریخت و خجالت کشید، عرق ریخت و خجالت کشید. آقا عجب دوغیه، بریز بالا. حالا فکر میکردن چون پایین تر نشستن کسی نمیبینه، همه رو فیلم برداری کردن، همه رو دیدن و شگفتا ملتی که تشریفاتش در دنیا ضرب المثل. کارمندان وزارت خارجه ممکنه پولدار نبودن، حقوقای کلان نداشتن، ولی انزبا، چیک پوشی، مرتب بودن، اینا رو همه رو آموخته بودن. دست آموزان انتظام بودن، دست آموزان عزودی بودن، زاهدی بودن، اینا خلعتبری بودن، اینا کسانی بودن که آموزش دیده بودن نزد اونا، بزرگ شده بودن. دکتر سعید گودرزنیای عزیزم یاد و روانش جاودان باد، پزشکزاد، اینا بودن در منتهای شیکی، مرتبی، نظم، و اینا دیپلمات‌های ما بودن. کارمند ساواک که میرفت اگر همراه پادشاه بود یا نخست وزیر، مرتب و منظم و شیک پوش بود. مأمور امنیتی هم همینطور. شما به هیچ وجه نمیتونستی اینا رو با اینا مقایسه کنی. اینا اسباب خجالتن، اسباب آبروریزین. خدایا حالا روسیه رو در نظر بگیرید، وسط این ماجرای برجام پریده وسط، باجگیری میکنه، میگید نه نگاه کنید ببینید قصه به کجا رسید.
در دقیقه 90 رسیدن مذاکرات برجامی به نتیجه، روسیه شرط جدید مطرح کرده و از آمریکا ضمانت کتبی خواسته تا تحریم‌های مربوط به جنگ اوکراین مانع از تجارتش با ایران نشود. این خبر با موج گسترده‌ای از واکنش‌ها روبرو بوده است و تا اینجای کار مقامات ایرانی گفتند که هرچه هست موضوعی بین روسیه و آمریکاست و به ایران ارتباطی پیدا نمی‌کند. توضیحی که برای دنبال کنندگان اخبار مذاکرات منطقی به نظر نمی‌رسد. ابهام وقتی بیشتر می شود که به مبادلات تجاری بین ایران و روسیه نگاه کنیم. یکی اینکه سال هاست گفته می شود تجارت بین این دو کشور قرار است با اتکا به روبل و ریال انجام شود. حتی اگر چنین اتفاقی هم نیفتاده باشد، می دانیم که هر دو کشور مدت هاست تصمیم به محدود کردن دلار در روابط بازرگانیشان گرفتند. ممکن است ادعی بگویند که تحریم های همه جانبه علیه روسیه می تواند روابط تجاری با هر ارزی را محدود کند و این بار شاید ایران باشد آن طرفی که با عذر تحریم دست رد به سینه روابط اقتصادی با روسیه می زند. برای بررسی این احتمال و جواب دادن به اینکه آیا روسیه از چنین اتفاقی واهمه دارد یا نه، بد نیست به حجم روابط تجاری دو کشور و سهم آنها از بازار یکدیگر نگاه کنیم. در سالهای اخیر که گفته می شود روابط ایران و روسیه از نظر اقتصادی تقویت شده، می‌بینیم که کل رقم معاملات دو طرف در سال 2021 حدود 4 میلیارد دلار بوده است که از این رقم حدود 3 میلیارد دلار سهم صادرات روسیه به ایران بوده که در برابر حجم کل صادرات این کشور که حدود 410 میلیارد دلار است، رقم بسیار کوچکی به نظر می‌رسد، چیزی در حدود 0.7%. از آن طرف روسیه از ایران حدود 1 میلیارد دلار واردات داشته که در مقایسه با مجموع واردات 240 میلیارد دلاریش باز هم رقم بسیار کوچک. نکته مهمی که یکی از اصلی ترین دلایل پایین بودن حجم تجارت دو کشور در مقایسه با حجم تجارت ایران با کشورهایی مانند چین و هند و کره این است که ایران و روسیه هم در زمینه اقلام صادراتی و هم در زمینه نیاز به واردات نسبتاً وضعیت مشابهی دارند. بیشترین اقلام صادراتی آنها انرژی است و بیشترین چیزی که وارد می‌کنند محصولات کشاورزی، اقلام پایه مانند روغن و نهاده و کالاهای تکنولوژیک است. بنابراین ایران نمی‌تواند بازارهایی که روسیه بر اثر تحریم از دست می‌دهد جبران کند و نمی‌تواند جایگزین کشورهای صادرکننده عمده به روسیه باشد. به همین دلایل هم به نظر می‌رسد آنچه حالا روسیه را به تأمل بیشتر در مورد روند برجام وادار کرده، نه مسائل مالی و تجاری که بحث‌های سیاسی و استفاده از برجام به عنوان اهرمی دیپلماتیک برای فشار به غرب است. دیروز و روز جمعه فکر می‌کنم من اشاره کردم که روس‌ها با مجموعه مخالفانشون یا اونایی که نمی‌خواستن ایران تا به اتحاد جماهیر شوروی بشه بعد از انقلاب چه کردن. قبل از انقلاب روس‌ها برای به دست آوردن پرونده مقدمی، برای اینکه بدونن ساواک چجوری موفق شد جاسوس اونا رو به دست بیاره، به یک مأمور ساواک پیشنهاد 100,000 دلار رو کردن. بعدم البته مجاهدین خلق، سازمان ملی مجاهدین خلق ایران، پرونده رو در یک ساختمونی در خیابان ویلا در حالی که به مأمور شوروی میداد دستگیر شد آقای سعادتی. و بندم تنها کسی بودم که این خبر رو نوشتم، چون خود مهندس بازرگان به من داد و خواهش کرد. من با وجه که امید ایرانم یک شنبه چاپ شده بود، آماده بود، اومدم و یک صفحه زمیمه کردم توی محرمانه و این خبر رو گذاشتم که چه قوقایی شد، چه قوقایی شد. آقای ابریشمچی شمشیر کشید علیه من. اون وقت هنوز بچه سربرای مثلا بود، زن خودش رو خودش داشت، بچه خودش خودش داشت، هنوز همسرش رو نده بود با آقای رجوی. اینا همه مربوط به قبله. اومد خیلی خدمت بنده مثلا رسید، من هم البته خدمتش رسیدم هفته بعد. دونه دونه تمام مخالفان روسیه شوروی پس زده شدن، به تیر غیب گرفتار شدن، کشته شدن، اعدام شدن مثل قدزاده، مجبور به فرار از ایران شدن و و نمونه های مختلف. حالا رفسنجانی هم در مورد بدعهدی روسا حرفایی زده بود. معلوم بود کلاه عمامه او در واقع با کلاه روسا به هم خواهد خورد. نگاه کنید ببین چه میگوید. هم
معلوم شد دیگه تو همین مذاکرات استانبول و بغداد و مسکو و خصوص که خیلی هم روسا فشار داشتن که اونجا رو موفق نشون بدن، چون حیثیت اونا هم اینجا در گروه بود. خب همین شد که ببینید هیچ پیشرفت نکردن. زور هم میگن ایران که تا به حال هی داد میزد احمدی نژاد که ما یک سمت عقب نشینی نمی کنیم، حاضر شد که همه این 20% رو تحویل بده برای اینکه یک تعاملی بکنن. اونا یک قدم جلو نیومدن، گفتن خیلی خوب شما اینا همه رو تعطیل کنید، فردا رو تعطیل کنید، همه 140 کیلوی 20%تون رو بیارید بیرون تحویل ما بدید و اگر این کار کردید ما به شما قطعات یدکی هواپیما میدیم و دارو هم میدیم. یک اهانتی هم کردن که خودش یه خطری توشه، گفتن بعد میاییم نیروگاه بوشهرتون هم امنیتش رو درست میکنیم. این معناش این که نیروگاه بوشهر ما ناامنه و خطر چرنوبیل اینجا در کمین ماست. یه چنین حرفی رو اینا یه دفعه زدن و بالاخره این قراردادی که ما با روسا داشتیم و اومدن اینجا رو ساختن این بود که امنیت اینجا در حد امنیت نیروگاه‌های غربی باشه، نه با تکنولوژی شوروی. و اونا خرید کردن، آوردن، اینجوری کردن. اما این به ما این چیزا رو میدن و ما هم در این قضیه راه درستمون اینه که خودمون در بین خودمون اونچنان متحد باشیم که طمع نکنن به ما. اگر بدونم تو ماها تفرقه هست، اگر اون جواب آیون رو که ایشون میگم، اگر من واقعا حالا شما میگید جواب بدیم، من بخوام جواب بدم شب و روزم باید صرف کنم، همش جا دعوا کنم با اینا. با سوال میکنید چرا رفسنجانی به اون شیوه کشته شد؟ اگر صحبت های فرزندانش تکیه بکنیم روش که مواد رادیواکتیو در بدنش پیدا شد، 100% روسا هم در این ماجرا دست داشتن. کارشون اینه. مگه همینجا تو لندن مخالفشون این کارو باش نکردن؟ اون پسرکی که آقای صادقی نیا اومده بود دخل منو بیاره، آقای صادقی نیا قرار بود یک ماده سمی رو توی مشروب، آب، پپسی، هرچی چایی من بریزه. قصدش این بود. خدا نخواست جمشید چالنگی اون شب ساقی من شد و نگذاشت. گفت نه، من میدونم علی چی براش بریزم و چی کار بکنم. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. همیشه من خودم سوال میکنم، بعد از جمشیدم سوال کردم چرا اصرار داشتی؟ نمیدونم. خدای قرار بود من بمانم و بیشتر جگر اینها رو بسوزونم. لابد روز بانوست. هیچ چیز در این لحظات دلنشین تر از صدای بانوان سرزمینمون نیست که بعضن بسیار دلازردن. نگاه کنید مادر سهیل عربی، مادر سهیل عربی پسرش چندین سال آقا به اسلام توهین کرد. فرنگیس مظلومان که مظلوم هم هست، اول پیام او رو بشنو. درود، فرنگیس مظلوم هستم، مادر سهیل عربی، زندانی سیاسی سابق، آنارشیست و آتئیست، و افتخار میکنم که روز 8 مارس، روز بانوان، به تمام بانوان دنیا و ایرانیان عزیزمون تبریک بگم، به خصوص به بانوان آتئیست و آنارشیست و اکس مسلم. امیدوارم روزی برسه که ما زنها به این آزادی برسیم که حق بیان داشته باشیم، حق اعتراض داشته باشیم، حق اینو داشته باشیم که چه لباسی بپوشیم، چطوری بگردیم،
حق وجود خودمون رو داشته باشیم، حق بدن خودمون رو داشته باشیم، حق اینکه کی بخوایم بچه دار بشیم، کی نخوایم بچه دار بشیم، کی بخوایم ازدواج کنیم، به اجبار ما رو وادار نکنن که کودکم سر بشیم و و و و و روزی رو ببینم که دیگه هیچ خانومی، هیچ بانویی سر بریده نشه به اسم غیرت، به اسم اینکه شوهرشه، هزاران انگ بهش بزنن، خیانت کرده، دوست پسر داشته و هزاران هزار ایراد دیگه که به اسم غیرت زن و سر ببرن با داس خفه دیگه بکنن و حق مسلم خودشون بدونن که یه زن یه بازیچه است، یه بازیچه جنسیه، یه نوکر تمام وقته، یه کسی که تماماً برده است. نه، ما یه زنیم، ما یه انسانیم، باید برای ما حق قائل باشن، همینطور که مردها حق دارن ما هم حق داریم و روزی برسه که ما زنها حقی برابر با مردها داشته باشیم و دیگه فرق جنسی بین ما نباشه، به صرف زن بودن هر بلایی که دلشون میخواد سر ما نیارن. متاسفانه تو این جمهوری اسلامی هرچی بدبختی نصیب زنها میشه، نه تنها در ایران، افغانستان و تمام کشورهای اسلامی، هرچی ظلم در حق زنها میشه به اسم اینی که زنن. ما زنها باید خودمون از حقمون دفاع کنیم، باید به دنیا بفهمونیم که ما هم انسانیم، ما هم حق داریم. ممنونم از شما. بگم سهل جان، باید ببالی به چنین مادری. من که میبالم، جامعه من در زیر سلطه حکومت جهل و جور و فساد شاهد مقاومت و مبارزه چنین بانوانیست. آفرین، دستتو میبوسم فرنگیس مظلومان عزیز. پارمیدا واحدیان، فرزند آقای عباس واحدیان شاهرودی، کسی که در برنامه منم چندین نوبت حاضر شد، پدر وضع به سلامتی خوشی نداره، نیاز به درمان اساسی داره. گوش بدیم به پیام فرزند. من پارمیدا واحدیان، دختر عباس واحدیان هستم. پدر من از 10 شهریور 1400 تا به امروز که 10 اسفند 1400 توسط وزارت اطلاعات دستگیر شده و در انفرادی به سر میبره. پدر من به 21 سال حبس محکوم شده و علی‌رغم اتمام بازجویی هنوز به زندان منتقل نشده. از تمامی مردم و جوامع حقوق بشری خواهش میکنم که صدای من و پدرم رو بشنوید. سلامتی پدرم در خطر. آفرین دخترم، آفرین، آفرین دخترم، صدای روشن. و بشنویم مادر بهنام محجوبی رو که در دوران حبس به قتل رسید. اول محسوب تکی کلامی که بهنامم همیشه بر زبان داشت، چون عاشق مولای خودش جناب دکتر نورعلی تابنده مجذوب علیشا بود. آقای رسولی، بیش از 1 سال است که شما و همدستات داغدارم کردید. الان هم پسر دیگم به نام مصطفی عبدی شکنجه میدی و نمیذاری که به وضعیت او رسیدگی بشه. دیر وقتی است که از خون جوانان وطن لاله‌ای نمی‌ریزه، چون شما خون جوانای ما رو تو شیشه میکنید و از اون تغذیه میکنید. به شما هشدار میدهم که مسئولیت جان مصطفی عبدی در بر عهده شماست، همچون هشداری که برای بهنام به شما دادم و گوش ندادید. با اینکه نامه عدم تحمل حبس داشت و پزشک قانونی تعیین میکرد و شما مخالفت میکردید و به جای درمان به امین‌آباد میفرستادید. درود مادر بزرگ، مادر عزیز، مادر ایران، سپاس که این شهامت و شجاعت رو بروز داد. این حکومت آدمکش و جهل و جور و فساد برای حاج قاسم سلیمانی که رسواییش الان دیگه در همه جا آشکار شده و قهرمان پوشالی که ساختن نشون دادن، فقط 50 میلیون دلار از پول قطر داد برای گروگاناش تو جیب ایشون رفت. نگاه کنید تو بیروت، نگاه کنید. بیروت!
اینه چی بود؟ نمایشگاه کتاب بیروت بود. رژیم به عنوان کتاب یه مش آشغال خامنه‌ای و بقیه رو آورده بود اونجا چیده بود. نه کسی خرید نه کسی برداشت. عکس قاسم سلیمانی هم زده بودن. یک لبنانی وطن پرست اومد جلو و این عکس رو کند، خواست بکنه. اوباش حزب الله و مزدورا و نوکراشون ریختن سرش. او فریاد میزد و اونا رو کتک میزد. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. ایرزا نوری‌زاده تا فردا در پناه پروردگار. Thank you.